با درودهای بیکران خدمت شما هموطنان عزیزم در هر جای دنیا که هستید. امروز 25 فروردین 1400 با 97مین برنامه ایران یاران در خدمت شما هستم و همراه دو مهمان عالی قدر و یکی از اونها رو تا کنون در برنامه همون نداشتیم و بسیار خوشحال و خرسند هستیم که در خدمت استاد عالی قدر آقای منشمیر گرامی از اسرائیل هستیم و همچنین دکتر قاسم شعل سعدی عزیز. خیلی خوش آمد میگم به هر دو عزیز و به سرعت برنامه رو شروع میکنیم. امروز موضوع خیلی مهمی رو میخواییم راجبش صحبت بکنیم و اون این هست که میخواییم چون در سطح جامعه، چه جامعه بسلا عام ایران، چه روشنفکری، خیلی بسلا حرف و حدیث های مختلفی رو ما میشنویم در خصوص اینکه منافع آمریکا، اروپا و اسرائیل به طور مشخص آیا در بودن جمهوری اسلامیه یا در رفتن جمهوری اسلامیه؟ این وسط منافع مردم ایران کجاست؟ و ما بر اساس شناختی که از منافع قدرت‌های خارجی داریم چه سیاستی رو باید در کشورمون اتخاذ بکنیم و چگونه باید با مصائبی که بر بستر سیاست‌های خارجی جمهوری اسلامی پیش میاد برخورد بکنیم؟ خب همه میدونید که الان تنش بین ایران و اسرائیل بالا گرفته و برای به اصطلاح عواقبی که این تنش هم میتونه داشته باشه تحلیل های مختلفی شنیده میشه. حالا بعضیا خطر جنگ رو میبینن، بعضیا خطر فقط یک تنش موقتی رو میبینن که ممکنه که به جنگ هم ابدا منحل به اصطلاح منجر نشه و یکی مثل من در واقع میگه که خب سیاست هویج و چماق غربی ها رو باید شناخت و بر بستر شناختی که از این سیاست دارم فکر میکنم که این در واقع در این بازی که داره اتفاق میفته به نوعی فشار روی جمهوری اسلامی افزایش پیدا میکنه به دلیل اینکه بتونن در مذاکراتشون امتیازهای بالاتری رو بگیرن و بالعکس جمهوری اسلامی بازی خودش رو میکنه، فشار رو روی اسرائیل زیاد میکنه برای اینکه بتونه امتیازات بیشتری رو از آمریکا بگیره و از بقیه. اما میخوایم به این مسئله رسیدگی بکنیم، بررسی بکنیم و ببینیم که کارشناسان برنامه ما چه نظری دارن. خب آقای منشمیر عزیز با شما شروع میکنم. یک کشتی اسرائیلی در امارات مورد اصابت قرار گرفته، حالا یا حمله برحال در سطحی که یه سری آسیب ها بهش وارد شده، خسارات جانی گویا نداشته ولی آسیب های جدی به این کشتی وارد شده. خب انگشت اتهام از طرف ایران به سمت از طرف اسرائیل به سمت ایران دراز شده، از اون طرف نتنز مورد حمله واقع شده و اتفاقات بسیار کلانی در سطحی که به هر حال میگن که شاید تا 9 ماه دیگه نشه پروژه غنی‌سازی رو پیش برد پیش آمده. خب از این ورم ایران انگشت اتهام رو به سمت اسرائیل دراز کرده. برای هر دو موردی که اتفاق افتاده هیچ سند و مدرک دقیقاً به اصطلاح بشه ثابت کرد وجود نداره که کی بوده، معلوم نیست. پروژه نتنز ممکن اصلا کار روسا و چینیا باشه که تو اتاق خلوت جمهوری اسلامی لونه کردن، پروژه مثلا کشتی های اسرائیلی در امارات ممکن اصلا کار یه نیروهای دیگری باشه، ولی به هر حال این مسئله بر بستر این دو مسئله به طور مشخص الان اینها دارن به سمت هم به هر حال مثلا چیزهایی رو پرت میکنن و در جهت در واقع افزایش تنش این دو موضوع تونسته مؤثر باشه. حتما موارد دیگه هست که شما بهتر از من میدونید. ازتون تقاضا میکنم توضیح بدید پشت پرده این مسائل چی هست و خیلی کوتاه و موجز برای ما توضیح بدید که آیا فکر میکنید این تنش به یک جنگ ممکن هست منجر بشه یا خیر. متشکرم. بله سپاسگزارم، ولی به خاطر اینکه هر یک از دو شرکت کننده در این برنامه بیشتر از 3 دقیقه صحبت نکنن، اجازه بدید که من به اون مطالبی که در ابتدا گفتید اشاره بکنم، چون موضوعی است که بسیار بسیار مهمه و بارها و بارها از زبان ایرانیان بیان شده و واقعا دلم میخواد که ارزیابی خودم رو عرضه بکنم. و اون
مسئله تئوری توته است. بسیاری از ایرانیان دوست دارند که هر چیزی که اتفاق میفته این رو یک توطئه از پیش برنامه ریزی شده به هدف ناپلید تلقی بکنن و نتیجه بگیرن. به نظر من این روش بسیار خطرناکی است و ما رو به بیراهه میبره. ببینید کشورها منافع سیاست خودشون رو بر اساس منافع خودشون تعیین میکنن. اگر ما این تفسیر رو بپذیریم، میخواهم بگم که روسیه و چین منافعشون در اینه که این حکومت بمانه، این حکومت ضعیف باشه، این حکومت بدبخت باشه، این حکومت پول داشته باشه و این پول سرازیر بشه به جیب چین و به جیب روسیه و هر دو کشور بتونن از ایران ضعیف و ذلیل امتیازات بیشتری بگیرن. اگر اسرائیل، کشورهای اروپای غربی و ایالات متحده رو با این معیار مورد قضاوت قرار بدیم، علما هر سه گروه میخواهند که حکومت اسلامی ایران بیفته و یک ایران آزاد بدون سیاست‌های تهاجمی، بدون دخالت در کشورهای منطقه، بدون ساخت بمب هسته‌ای، بدون ساخت بمب موشکی و سلاح‌های موشکی به وجود بیاد که هم اروپا بتونه داد و ستدش رو با رژیم ایران ادامه بده در سطح گسترده تر. ببینید هرچه که ایران در رفاه بیشتر باشه، پول بیشتری داره، میتونه خرید بیشتری از کشورهای اروپایی داشته باشه. ایالات متحده منافع دیگری داره و اون منافع این است که منطقه خاورمیانه آرام باشن، کشورهای منطقه از تهدید به دور باشن و پای چین و روسیه رو ببرن از این سرزمین. تا اینجا. به عبارتی شما معتقد هستید که آمریکا و اروپا و اسرائیل خواهان رفتن جمهوری اسلامی هستند و خواهان یک ایران دموکراتیک و قابل معامله. خب اینو تا اینجا داشته باشیم، میریم به اصطلاح نگاه میکنیم به پایه‌های ایدئولوژی که این رژیم آقای شل سعدی و به هر حال ما جمهوری اسلامی داریم در ایران و اونها طبق روایات شیعه تعبیر و تفسیرهای خودشون رو از مسائل سیاسی هم دارند. اونها برای ظهور مهدی کار میکنند. این یک فکتی است که واقعا نمیشه انکارش کرد و بر اساس این توهم و این ایدئولوژی و اندیشه نابودی اسرائیل را طلب میکنند و معتقد هستند که به اصطلاح آمدن حضرت مهدی تو گیومه، البته همش بستگی به همین در واقع نابودی اسرائیل داره و قرار هست که گویا سید یمانی از یمن و شهر صنعا با پرچم‌های سفید خودش بیاد و این بیرق رو به دست بگیره و عربستان رو فتح بکنه و رژیم اسلامی هم کاملا مهندسی شده پرچم حوثی‌های یمن رو به رنگ سفید انتخاب کرده تا در واقع نشانه ظهور مهدی رو از همین الان داره تدارک میبینه. خب طبق این روایت ها در واقع فکر میکنید که چقدر جمهوری اسلامی واقعا به سمت اجرایی کردن این پروژه پیش میره و چقدر حیات اسرائیل در خطر هست بر اساس وجود یک حکومتی مثل جمهوری اسلامی که با این روایت ها در واقع داره حکومت میکنه؟ خب این یه چیز تازه ای نیست. اولین حرفی که خمینی زد گفت که اسرائیل باید از صفحه روزگار محو بشه و در واقع با این حرف سیاست جهان رو به چالش کشید، به علاوه دو سه تا موضع‌گیری دیگه، تایید اشغال سفارت امریکا یا تشویق مردم و ارتش عراق که قیام کنن علیه صدام حسین یا بحث صدور انقلاب. در واقع در دوران جنگ سرد که این حرفا رو زد معنیش این بود که سیاست جهانی رو به چالش کشید. نتیجهش جنگ 8 ساله بود که ملت ما هزینه شده دادن، اما خمینی
یه روز هم احمد پسرشو به جبهه نفرستاد، ولی برادر بنده رفت جبهه و شهید شد. لذا بله، ممکن است این رهبرانی که در ایران، فقط مشکل ما نظام دیکتاتوری نیست، چون کشورهای دیگه هم داریم که دیکتاتورها حاکمن، اما دیکتاتورن فقط، خنگ نیستند. من معتقدم که در ایران ضرری که ملت ما متحمل میشه از خنگ بودن رهبران خیلی بیشتر است از دیکتاتوریشون. و جنگ شوخی هم نداره. ببینید، جنگ های بزرگ با در واقع بهانه های کوچک و جرقه های کوچک شروع شده. دلیلش هم این است که در مورد ایران، مقامات ایران از هم اول تا حالا اصلا اینا واقعیت های روابط بین الملل رو نمی فهمند که یک مشت آخوند بی سواد مملکت رو قبضه کردن که عموما هم فاسدن، فقط هم بی سواد نیستن، و لذا هزینهش رو ملت ما میده. این است که ملت باید بدونه که همونطور که ملت آلمان کورکورانه دنبال هیتلر رفت و فاجعه درست شد، هنوزم داره تاوان میده ملت آلمان، به خاطر اینکه اون ملتی که اون روز باید بود جلو هیتلر می ایستاد و از سیاستهای غلطش جلوگیری میکرد، کورکورانه تبعیت کرد. ملت ما هم الان در چنین شرایطی قرار داره که ممکنه دست خامنه ای و احمد جنتی اینا باشه، امشب خواب ببینن که امام زمان گفته که یک کلاهکی بفرستید توی تلاویب، همطور که خامنه ای هم گفت تلاویب رو با خاک یکسان میکنم. البته همچه قدرتی که نداره، فعلا رجز میخونه. خب ولی حالا فرض کنیم اتمی بشه و بخواد یه روز این اتفاق بیفته، دنیا که نباید اجازه بده چنین مرحله ای واقعا محقق بشه. لذا این رو به جای این که بگیم حالا ملت که امریکا و اروپا و اینا میخوان این رژیم بمونه یا نه، من بحث به اونا ندارم. آقای نتانیاهو میخواد این رژیم بمونه، چون با فضای امنیتی که در اسرائیل ایجاد کرده الان 11 سال پی در پی که رهبر اونجاست. یا مثلا این ایران هراسی که ایجاد شده به صورت یک ببر کاغذی، متاسفانه سبب شده قراردادهای تریلیون دلاری غرب با کشورهای عربی ببنده، و سیاست اسرائیل ستیزی ایران بسیار احمقانه نتیجه داده. یعنی چی؟ یعنی 3 کار ایران کرده که اتفاقا اگر دشمن اسرائیل می بود باید بود عکس این میکرد. اول اومده وحدت فلسطینی ها رو به هم زده با تأسیس حماس. دیدید که در رام الله طرفداران حماس حمله کردن به مجلس فلسطین و همدیگر رو کشتن. یک. دو، اینکه در واقع به خاطر اینکه شده دشمن مشترک اسرائیل و اعراب، اونها رو به هم نزدیک کرده. دیگه از این بهتر که نمیشده که الان اسرائیل همسایه ما هست در امارات. خب یعنی اون نتیجه هم که میخواسته حتی شعورش نمیرسیده که چیکار کنه که به اون نتیجه دلخواهش برسه. حالا هم کشور رو در تنش قرار داده، در حالی که اسرائیل میتواند متحد استراتژیک ایران باشه، کما اینکه قبلا هم بوده. و اتفاقا ما در راه سوم، راه نجات ایران، گفتیم که پیام بیرونی و خارجی این جنبش راه سوم، راه نجات ایران، پیام صلح و دوستی با کل جهان و از جمله اسرائیل و امریکا خواهد بود. خب متشکرم. به بخشی از مسئله البته شما به خوبی اشاره کردین، در این حال مستتر بود که جمهوری اسلامی برای امنیت اسرائیل در این حال خطرم هست. حالا هرچند که شما میگین که آقای نتانیاهو به اصطلاح میخواد که جمهوری اسلامی بمونه، برای اینکه با این به اصطلاح اسلام حراسی تونسته ادامه بده. البته در اینجا مقدار مسئله پیچیده است، برای همین از آقای مینشم میرعزی سوال میکنم. شما که معتقدین که آمریکا و اسرائیل و اروپا اصولا خواهان استقرار یک نظام دموکراتیک در ایران هستن و با نظام آخوندی هم گویا یا علاقه و به اصطلاح الفتی ندارن، خب شما توضیح بدین برای ما که چرا آمریکا اینقدر داره تعجیل میکنه در اینکه این توافق هسته‌ای رو به اصطلاح صورت بده، و در حالی که در حال گفتگو هستن بر سر برجام و مسائل هستی ایران، یک حالا داستانی هم تو نتنز را میفته، برای اینکه به هر حال جا
جمهوری اسلامی تعجیل بکنه در به اصطلاح پیوستنش به اونها، اونم سر یک گزینه در واقع که با هم اختلاف دارن، اونم مسئله تولید بمب هسته‌ایه. وگرنه اون چون که ما تا حالا متوجه شدیم آقای منشم میر عزیز، آمریکا به جمهوری اسلامی تو منطقه نیاز داره عملاً. برای چی نیاز داره؟ برای تهدید کشور عربی، دشمنی با اونها، برای ایجاد دسته های نیابتی و اشغال کشورهای خاورمیانه، برای ارسال مهمات برای گروه های نیابتی از جمله همین حوثی ها یمن که میلیاردها دلار آمریکا داره از این مسئله پول در میاره. و ضمن این که خب با به اصطلاح ایجاد یک دشمن و یک جنگ نعمت زرگری برای خودش هم کلی در اینجا هواداران و متحدین جمع و جور کرده تو منطقه. خب با توجه به اینکه آمریکا علاقه مند که وضعیت منطقه دقیقا به همین شکل باشه، یعنی یک آخوندهایی باشن که اون منطقه رو انقلاب اسلامیشون رو صادر بکنن و اون منطقه رو به این آشوب بکشونن که اونها بتونن از این در واقع فضای گلالود ماهی بگیرن، این چیزیست که ما داریم در عمل میبینیم. و مسئله برجام یک مسئله فوق‌العاده مهمیه، بازگشت به برجام و بازگشت به همون چرخه شیطانی که سالهای سال مردم رو باش اسیر و گرفتار کرده بودند و هیچی هم سر سفره مردم نیاورد. در واقع نشون میده که آمریکا به نظر نمیاد که تو صفحه حمایت از مردم ایران ایستاده. من نمیبینم آمریکا چگونه در صفحه حمایت از مردم ایستاده وقتی که الان بیش از 10 سال تمام رسانه‌های ما در اختیار اکثر نیروهایی که به اصطلاح با جمهوری اسلامی همکاری میکنند هستش. آمریکا اجازه میده که نیروهای نیابتی اینطور در یمن دستشون باز باشه؟ اینا رو من دارم پیام نشم می قشنگ توضیح بدیم برامون، بفرمایید. گفتم 3 دقیقتون تمام شد. متشکرم. ببینید شما بیشتر وقت میگیرید، خواهش میکنم مفصل توضیح بدید. ببینید شما مسائل مختلفی رو عنوان کردید که هر کدومش باید دقایق طولانی بهش پاسخ داده بشه. اولا در رابطه با سخنان فاضلانه که آقای شعله سعدی گفتن، 2 نکته رو میخوام بیان بکنم که با گفته های شما هم ارتباط داره. یکی این که حکومت ایران ببر کاغذی نیست. ما در اسرائیل تهدیدهای رژیم ایران رو کاملا جدی میگیریم. برخی از موشکهای نقطه زن حکومت ایران از کیفیت بالا برخورداره. من یک تحلیلگر بی‌طرفم و باید به واقعیات نگاه بکنم، قصد تبلیغات سیاسی هم ندارم، ختمش سیاسی هم ندارم، واقعیات رو باید گفت. ایران ببر کاغذی نیست. اگر بمب اتمی هم بسازه و موشک‌هایی داره که بردشون 2000 کیلومتره و اسرائیل رو هدف قرار بده، ممکنه که یک موشک با بمب هسته‌ای به داخل اسرائیل فرض کنید به شهر تل‌آویو اصابت بکنه و چه فاجعه‌ای رخ خواهد داد. رژیم ایران یک خطر واقعی است، این رو باید درک کرد و جدی گرفت. اسرائیل بسیار جدی گرفته و خودش رو برای رویارویی آماده میکنه. این یکی. دوم این که اگر بنیامین نتانیاهو 11 ساله که در قدرته، به خاطر ایران هراسیش نیست، به مسائل داخلی اسرائیل ارتباط داره، به هنرمندی و ترفندی نتانیاهو اختصاص داره، به شعبده بازی او اختصاص داره که چگونه تونسته در داخل اسرائیل وضعی رو، وضع سیاسی رو به وجود بیاره که در قدرت بمانه. ایران هراسی نیست، رژیم ایران رژیم خطرناکی است. به همون نسبت که ملت ایران رو میکشه، در صدد برخواهد آمد که خودش و استقرارش در سوریه و وجود حزب الله در لبنان و حماس و جهاد اسلامی آزادی فلسطین در غزه و حوثی ها در یمن اسرائیل رو تهدید بکنه. به هیچ وجه ببر کاغذی نیست و به هیچ وجه نتانیاهو ایران هراس نمی کنه. و من به همین جا بسنده میکنم. اگر پرسش ها کوتاه باشه و پاسخ ها کوتاه باشه، جنبه های دیگر رو هم مورد بحث قرار خواهیم داد. تا اینجا.
مایل بودم در مورد اون چیزی که گفت، سوالی که کردم در رابطه با آمریکا و به اصطلاح اینکه از بودن جمهوری اسلامی در منطقه داره نفع میبره، یک سال نظری بکنید لطفا. بله ببینید، من این رو کاملا و قاطعانه رد میکنم، کاملا و قاطعانه رد میکنم، به خاطر اینکه الان ایالات متحده هیچ نیازی به فروش اسلحه در منطقه خاورمیانه نداره، به عکس میخواهد که یک خاورمیانه آرام باشه، به خاطر اینکه جنگ سردی که الان در آستانه جهان قرار داره، بازگشت جنگ سرد بین غرب، روسیه و چین هست. بنابراین ایالات متحده منافعش ایجاب میکنه که در خاورمیانه آرامش برقرار باشه. چه کنیم که یک رژیم دیکتاتوری در حکومت ایران با این وعده که ما میخواهیم بر جهان اسلام مسلط بشیم و مدیریت دنیا رو به دست بگیریم به روی کار میاد و امنیت کشورهای منطقه رو تهدید میکنه. این تهدید از جانب آمریکا نیست، از جانب حکومت ایرانه که باید باهاش رویارویی کرد. اگر آمریکا اسلحه میفروشه در منطقه، به خاطر تهدیدهای حکومت ایرانه، نه اینکه بیاد حکومت رو نگهش داره برای اینکه بتونه بیشتر اسلحه بفروشه. این ارزیابی یک ارزیابی سیاسی کارشناسانه نمیتونه باشه. من به اینجا اکتفا میکنم. فقط اجازه بدید یه جوک براتون بگم و اون این است که آقای شورسدی از امام زمان صحبت کردن تو شبکه‌های اجتماعی نوشته شده که مرتب از گمنامان امام زمان صحبت میکنن که چطور میتونن روح الله زم و دیگران رو از کشورهای خارجی بدزدن و بیارن ایران، و در همان زمان گمنامان امام موسی، یعنی حضرت موسی، ببین چه فعالیت گسترده‌ای در داخل ایران دارن. تا اینجا. متشکرم. آقای شله‌سعدی، آقای منشمیر میگن که آمریکا به راستی خواهان، یعنی یه جورایی میشه گفتش که مهونیست شدن جمهوری اسلامی هست و اونو یه خطر جدی میبینه، نه فقط برای اسرائیل بلکه برای حیات خودش، برای مسائل اقتصادی و بیزنسی که در منطقه باید داشته باشه، برای ثبات منطقه. خب اگر اینطوری هستش، آمریکا که در این حال مدعی هستش که با گروه‌های تروریستی هم مبارزه میکنه، اینا مسائلی است که واقعا بین مردم ما روش خیلی صحبت میشه. بسیاری از ایرانی‌ها میگن آمریکا با خودشونه، جمهوری اسلامی دست نشانده خودشونه و آمریکا در واقع نیامده که بخواد مثلا کمک بکنه برای اینکه آخوندها برن. خب ما باید به این سوالا جواب بدیم دیگه. اینا ارزیابی صرفا نیست، بلکه واقعا جمع‌بندی نظرات مختلفی که من روزانه از مردم میشنوم. خب اگر آمریکا با حوثی‌های عراق، با حوثی‌های یمن مشکل داره، اگر آمریکا با تروریسم مبارزه میکنه، برای چی اجازه میده که جمهوری اسلامی از طریق حوثی‌های یمن مرتب عربستان رو تهدید بکنه، تأسیسات نفتی عربستان رو بزنه که اون بلایی بود که در آرامکو به سرشون اومد، نفت کشاشون رو بزنه، فرودگاهشون رو حمله بکنه، نمیدونم حتی ساقط کردن دولت قانونی خود یمن، اینم یکی از نکاتی است که در واقع در حوزه قدرت. خانم ویکتوریا، پوزش میطلبم، حرفتون رو قطع میکنم. تمام فتنگری های حکومت ایران قبول. میخوام از شما بپرسم و لطف کنید و برای من توضیح بدید که آمریکا چی کار میتونست بکنه که حکومت ایران رو بیاندازه، حوثی های یمن رو سر جای خودشون بنشونه و با داعش مبارزه بکنه و سرکوب بکنه. بگید اگر شما به جای آمریکا بودید چه میکردید که مؤثر واقع بشه؟ البته من میخواستم این سوال از آقای شورسدی بکنم، ولی من میتونم به جواب بدم 100%. ببینید، به نظر من همونطور که آمریکا برای مثال به کشورهایی که حالا کشور کمونیستی اجازه صدور انقلاب نداد، به شاه حتی
اراده کرد شاه رو به هر حال تونه شرایط رو فراهم بکنه برداره ببره، صدام حسین رو به راحتی برداشتن بردن. اینو دیگه ما به زرس قاتل میگیم که جورج بوش با برنامه‌ریزی که کرد واقعا ظرف یه هفته سمت صدام حسین کنار گذاشت. و بعد در این حال دیدیم به راحتی چطوری با داعش برخورد کرد، چطوری با القاعده برخورد کرد، چطوری با به اصطلاح بسیاری از حالا از این چهرهای مختلفی که اینا رو تروریست میدونسته، زرقامی نمیدونم فلان، اینها همه رو کنار گذاشت. چجوری که به جمهوری اسلامی که میرسه به جای اینکه برنامه ریزی بشه برای کنار گذاشتنش، برنامه ریزی میکنه که چطوری وارد برجامش بکنه، برنامه ریزی میکنه که چطوری به کمک اون بتونه عربستان تضعیف کنه، که عربستانی که داره میره به سمت توسعه و گسترش در واقع قدرت صنعتی و کشاورزی و ایجاد رفاه اجتماعی برای مردمش، فردا به سرنوشت ایران دوچار بشه، اونام بپیوندن به صف فقرای منطقه و آمریکا بتونه به راحتی از نفت اونا رو مفت بخره. اگر غیر از اینه چرا یک ائتلاف جهانی علیه حوثی ها، علیه این فعالیت های جمهوری اسلامی رو راه ننداخته تا کنون؟ ببینید خانم ویکتوریا، شما از یک طرف از اتحاد جهانی صحبت میکنید و از طرف دیگه انتظار از ایالات متحده دارین. ببینید تمام مطالبی که گفتید جواب داره و هرگز واقعیت‌هایی رو که در عراق صدام حسین وجود داشت نمیتونید با واقعیت‌های کنونی حکومت ایران مقایسه بکنید. من یادم من یک دیداری در یک مهمونی خصوصی با پرزیدنت جورج بوش پسر داشتم و گفتم که آقای رئیس جمهوری یک پیامی از ملت ایران برای شما دارم. خیلی کنجکاو شد، گفت چیه پیام؟ گفتم من از رادیو اسرائیل هستم و با شنوندگان صحبت میکنیم، این پیام رو دارم که اونها منتظرن که شما که کربلایی شدید مشهدی هم بشوید. گفت منظور، گفتم یعنی همان گونه که عراق رو از شر صدام رها کردید، ایران رو هم از شر آخوندها رها بکنید. یک لبخندی زد، گفت ببین الان ما چقدر در گرداب عراق گرفتار شدیم، دیگه ایران رو به جای خودش بذار. این نتیجه گیری ها رو مطلقا من قبول ندارم، چون واقعیات کنونی صحنه بین المللی رو در نظر نمیگیره. تا اینجا متشکرم. آقای شجاع سعدی، به نظر شما آیا جمهوری اسلامی خواهان فتح عربستان مخصوصا بر اساس اون تئوری هایی که داره نیست؟ و آیا آمریکا با عربستان یک متحد واقعی هستش؟ آیا پشت پرده معامله بین خامنه ای و آمریکا سر عربستان به طور مشخص وجود نداره؟ خانم آزاد گرامی، اولا شما گاهی 7 دقیقه صحبت میکنید بعد به ما میگید 3 دقیقه پاسخ بدیم. این که نمیشه اینجوری که نه من 3 دقیقه صحبت نکردم. بعد صحبت رو دو طرفه کردید با آقای امیر، بازم نمیشه اینجوری که من بخوام پاسخ بدم. ببینید آقای امیر میگن بنده اصلا سیاسی نیستم و کار سیاسی نمیکنم. به عکس آقای امیر، بنده کاملا سیاسی هستم و موضع‌گیری های من حتما باید مبتنی بر در واقع سازوکارهای سیاست باشه و بعضی تناقضات من میبینم در صحبت های آقای امیر. از یه طرف میگن ایران یک تهدید واقعی است، از اون طرف میگن آقای نتانیاهو صرفا به خاطر شعبده بازی. آیا عاملی مهمتر از فضای امنیتی برای اسرائیل در واقع تبلیغ کردن در بقای آقای نتانیاهو مؤثر بوده؟ البته موقعیت آقای امیر برای من قابل درکه، میدونم که باید به هر حال همین جوری صحبت کنم. اما اینکه امریکا یا دیگران میخواهند باید دولت ایران، رژیم ایران رو ساقط کنن یا نه، اولا همه دولت ها مسئول تأمین منافع ملی کشور خودشون هستن. هیچ دلیلی نداره که مثلا دولت امریکا بخواد برای آزاد کردن ملت ایران بیاد هزینه بکنه، کما اینکه در اعتراضات سال 1388 مردم ما به روشنی سوال کردن
که اوباما با اونایی یا با ما، یعنی یا با رژیم یا با ما. آقای اوباما پاسخ نداد به این سوال، هنوز هم پاسخی نیست. خب و البته که این کاری است که ملت ما باید بکنه، نه اینکه منتظر آقای بایدن و ترامپ باشه، نه منتظر هیچ قدرت دیگری. این تکلیف ملت ماست. اتفاقا امسال چون طبق تحلیل هایی که بنده دارم امسال سال پیک برای ملت ایران و برای حکومت ایرانه، یکی از این دوتا بر دیگری امسال باید پیروز بشه و اگر این کار رو ملت ما نکنند و رژیم بتونه این امسال رو سر سالم به در ببره، برای یک مدت نامعلوم دیگری میماند، هرچند که این موجب بشه که جنگ های ناخواسته به ملت ما تحمیل بشه و این تنش هایی که هنوز در واقع به اون حد اعلاش نرسیده یه وقت کار دست طرفین بده. لذا این تکلیف ملت ایرانه و من هم اتفاقا یه شعاری دارم برای امسال که میگم که رژیم امسال کارش تمومه، یعنی ملت ما اگر بیاد تو میدان هیچ نیازی به آقای بایدن و دیگران نیست. این تکلیف ملت ایرانه که موقعی میبینه یک حکومتی داره که هم غارتگره، هم فاسده، هم در دنیا دشمنی درست کرده و کشوری سرشار از ثروت رو به تباهی کشونده، به نحوی که الان ارزش پول ملی ما به 1/4000 سقوط کرده و ذخایر ارزی و طلای ما که 121 میلیارد بوده الان طبق اظهار منابع رسمی بین المللی شده 4 میلیارد فقط و بخشی از مردم ما گورخواب شدن، بعضی های دیگه در این سطح‌های زباله تو خیابان‌ها دنبال غذا می‌گردن و خامنه ای هم پول این ملت رو میده به حماس و بشار اسد جنایتکار و دیگران. لذا این تکلیف ملت ایرانه، به خصوص با این قرارداد ننگینی که با چین داره منعقد میکنه و در واقع به تمامیت ارضی کشور، استقلال کشور، غیرت و شرف ملی، حیثیت ملی ما لطمه میزنه. تکلیف ملت و حتی تکلیف نیروهای مسلح ما است که با این قرارداد و با این خامنه ای خائن مقابله بکنن، چون مثلا طبق اصل نهم قانون اساسی آزادی، وحدت، تمامیت ارضی و استقلال تفکیک ناپذیر است و حفظ آن به عهده دولت و آحاد ملت است. آحاد ملت یعنی حتی همین پاسدارا، همین بسیجی ها، همین خب و اگر جنگی هم رخ بده اونا تعاونش میدن. ببینید من قول میدم اگر جنگی رخ بده خامنه ای هم بچه‌اش رو نفرسته یک روز تو جبهه، اما بچه‌های ملت ایران شهید خواهند شد. لذا این به نظرم منفعت ملت ایرانه و امسال به خصوص تکلیف ملت ایرانه، چون در سیاست فرصت‌های یک بار بیشتر نیست، تکرار شدنی نیست. امسال یا ملت ایران با این شعار رژیم کارش تمومه جلو میره و کار رو تمام میکنه، و یا اینکه ده ها سال بعدش ممکنه این تبعات اون رو اینا رو گفتین آقای شورستان، یه جمله رو نباید به چند مدل بگین چون که اون وقت به نتیجه نمیرسیم. متشکرم آقای منشم میر عزیز. شما اذعان داشتین، من هم تایید میکنم و هم همواره روش هم مقاله نوشتم، هم مصاحبه عدیده داشتم که در دکترین جمهوری اسلامی زدن دو کشور به مثلا یک هدف استراتژیکه، یکی اسرائیل یکی عربستانه. حالا نمیدونم شما در مورد عربستان چه جوری فکر میکنین یا فقط شاید تمرکزتون روی اسرائیل هستش. حالا وقتی یک کشوری که یا یک حکومتی به این حد خطرناک است، شما به عنوان متحد طبیعی آمریکا آیا از آمریکا نمیپرسین تو که به چین اجازه نمیدی که به یه ابرقدرتی که به هر چیز خودش ابرقدرتیه، تو که به اون اجازه نمیدی که در به اصطلاح تایوان دخالت بکنه، به کره شمالی اجازه نمیدی در کره جنوبی دخالت بکنه، میری توی ویتنام اون جنگ رو راه میندازی فقط برای اینکه صدور انقلاب کمونیستی اتفاق نیفته، میای توی عراق نمیدونم به اصطلاح حکومت صدام رو به هم میزنی، جاش شیعیان رو میاری و اونجا رو میکنه حیات خلوت جمهوری اسلامی. واقعا عراق برای اولین بار یک کشور کاملا غیر امن شده بود که ما نمیتونستیم بهش مسافرت کنیم به خاطر اینکه واقعا حیات خلوت جمهوری اسلامی.
و بعد مردم اونقدر علیهش تظاهرات ها کردن اینها. خب شما با اینها در این لابی ها در این گفتگوها نمیگین آقا چیکار داری میکنی آمریکا؟ تو داری مار در آستین میپرورونی، تو داری متحد طبیعی مایی یا اونایی، با مایی یا با اونا، به قول مردم به اوباما میگفتن. اینو میشه توضیح بدین شما چجوری فکر میکنین در این زمینه؟ و بعد خواهش میکنم خطر جنگ رو هم توضیح بدین. آیا شما اساسا جنگی در پیش رو میبینید یا نه؟ متشکرم. ببینید خانم ویکتوریا، شما انقدر مسائل مختلفی رو مطرح میکنید که برای پاسخگویی به هر کدومشون ساعت و وقت دارید. کلا جواب بدین دیگه. وقت کمه. به 3 دقیقه بسنده بکنم. نه نه، شما آخر برنامه شما من میخوام برین روی این مسائل. میخوام که اول به آقای شعله سعدی. نه آقای شعله سعدی، از شما وقت خیلی بیشتر گرفتم. من دارم وقت رو میبینم کاملا. شما الان 6 دقیقه وقت، خواهش میکنم بپردازه به موضوع. نه نه، به موضوع نمیپردازم چون باید پاسخ آقای شعله سعدی رو داد. ایشون گفتم که من گفتم من یک فرد غیر سیاسی، بیطرف و تحلیلگر هستم و ایشون گفتن که من یک فرد سیاسی هستم و یک هدفهای سیاسی دارم. میپذیرم و احترام میذارم به ایشون، ولی یه اشتباه کردنشون کردن. من در تهران نشستم که دارم اینطوری از سیاست خارجی نتانیاهو دفاع میکنم. خیر، من در اورشلیم نشستم. من به نتانیاهو رای ندادم. من نتانیاهو رو بدترین نخست وزیر اسرائیل در 5-6 سال اخیر میدونم. من نتانیاهو رو بهترین نخست وزیر اسرائیل از نظر سیاست خارجی میدونم. قضاوت من یک قضاوت بی‌طرفانه است. این یکی. دوم، من بهتر از آقای شعله سعدی فکر میکنم که قضاوت کنم چگونه نتانیاهو 11 سال در قدرت مونده. من در اسرائیل زندگی میکنم، سیاست این کشور رو میشناسم و ماندن نتانیاهو به علت ایران هراسی نبوده و نیست. این از نظر ملت اسرائیل وسیله پیشرفت نتانیاهو نبوده. میپردازم به 2 دقیقه درباره خطر جنگ که پرسیدید. ببینید، اگر ما تا این لحظه رو قضاوت بکنیم و معیارها رو سخنان و سیاستهای احتمالی دو طرف قرار بدیم، نه اسرائیل خواهان بروز جنگ هست و نه حکومت ایران خواهان بروز جنگه. از یه نظر آقای شعله سعدی درست میفرمایند که میگویند رژیم ایران ببر کاغذی است که اسرائیل ازش میترسه، ولی ببر کاغذی است به این مفهوم که بسیاری از تهدیدهایی که میکنه تهدیدهای توخالیه و میدونه که اسرائیل یک ارتش قوی داره. اسرائیل رجزخانی نمیکنه، عمل میکنه، و اگر با اسرائیل در بیفته این حکومت ممکنه نابود بشه، به خاطر اینکه همان گونه که آقای شعله سعدی هم فرمودن، اگر رویدادهای نظامی در ایران رخ بده، این مردم رو به خیابونها میکشونه، قرارگاه های سپاه پاسداران نابود میشه، چیزهای موشکیش رو نابود میشه، یه عده از سپاه و بسیج و مزدوران حکومت پا به فرار میذارن و این فرصتی رو برای ملت ایران به وجود میاره که خیزش بکنن و این رژیم رو براندازن. بنابراین حکومت ایران میترسه و وارد جنگ با اسرائیل نخواهد شد. اسرائیل نمیخواهد که با ایران وارد جنگ بشه. میدونه که چه بهای سنگینی رو باید بپردازه. بنابراین اسرائیل ترجیح میده به با متقاعد کردن ایالات متحده و جذب یاری کشورهای اروپایی و شیوه های دیگر و اون مزاحمت هایی که برای برنامه های اتمی و موشکی ایران به وجود آورده، بدون جنگ این مسئله رو حل بکنه و خطر موشکی و اتمی حکومت ایران برطرف بشه. تا اینجا صداتون بسته. من ببخشید، شما بازم وقت دارین اگه میخواین صحبت کنین آقای منش. من آقای شعله سعدی باید انصاف رو رعایت کرد.
نه شما وقت کمتر گرفتین، شما قشنگ 2 دقیقه دیگه میتونین صحبت کنین. بپرسید در باره چی میخواییم صحبت کنم؟ در باره این که اسرائیل گفتین حالا خطر جنگ نیست، بنابراین مردم، خیلی از مردم در ایران که مطرح میکنن که خودشون آوردن خودشون هم بیان ببرن، باید متوجه بشن که نه اسرائیل خواهان جنگ هست، نه آمریکا خواهان جنگ هست، نه ایران خواهان جنگ هست. ببینید، بارها و بارها ملت ایران شنیدم، شما هم شنیدید، که میگوین چرا اسرائیل و آمریکا و غرب نمیان ما رو نجات بدن. من در رادیو پیام اسرائیل مصاحبه داشتیم با آقای جان بولتون، بلافاصله پس از اینکه مشاور امنیت ملی آقای ترامپ بود، و ازش پرسیدیم چرا آمریکا نمیآید به ملت ایران کمک بکنه. گفتش که چه کمکی؟ گفتم من نمیدونم، اونها میگن چرا نمیاد کمک کنه. گفتش که ملت ایران لیست درست بکنه که چه انتظاراتی از ایالات متحده داره و گروه‌های پرنفوذ ایرانی در ایالات متحده این رو به دولت آمریکا بدن و فشار بیارن که اون رو انجام بده. میخوام بگویم که اگر ملت ایران انتظار داره که آمریکا سربازان خودش رو به ایران بفرسته، یک باری اگه فرصت شد براتون توضیح میدم که چه فرقی بین ایران و عراق دوران صدام حسین است. اگر انتظار دارن که آمریکا بیاد ارتش خودش رو وارد خاک ایران بکنه، و این در حالی که الان میخواد از افغانستان خارج بشه، میخواد نیروهاش رو از عراق بیرون ببره و بیاید و رژیم ایران رو بیاندازد و روی سینی طلا به ملت ایران هدیه بکنه، این تصور باطلی است. نه آمریکا چنین کاری خواهد کرد و قادر هم نخواهد بود، و نه اسرائیل. بنابراین ملت ایران باید سرنوشت خودش رو خودش به دست بگیره، باید از فرصتها استفاده کنه، باید گروه های مختلف سیاسی اتحاد و همبستگی و همگرایی بین خودشون نشون بدن. بدانید که برانداختن رژیم و رهایی ایران تنها به یک حزب و یک گروه بستگی نداره، شرطش آن است که همه گروه های سیاسی از سلطنت طلب و مشروطه خواه تا جمهوری خواه و لیبرال بیاین دست به اتحاد بدن، برنامه بریزن. این رو من تصور میکنم که ملت ایران باید انتظار داشته باشه، و این است راهی که میتونه به رهایی ملت ایران بیانجامه. تا اینجا. خیلی متشکرم آقای شاله سعدی عزیز. با توجه به این تفاصیل، به هر حال فکر میکنم قدرت خارجی مهم هست نقششون در ایران، نمیتونیم بگیم که اونا فقط دنبال منافع خودشون هستن. اگه شما بخواید یک لیستی از انتظاراتی که از این قدرت خارجی دارین در برخورد با جمهوری اسلامی ارائه بدین، لیست شما چیه؟ متشکرم. من قطعا مخالف اقدام نظامی خارجی هستم برای ایران، چون این رو هم توهین به ملت ایران میدونم و هم این که همراه اون دموکراسی نخواهد آمد. ملت ما دنبال دموکراسی و حقوق بشر و سکولاریزم هستن، دنبال آزادی هستن. ما با جنگ، با لشکرکشی به اون نخواهیم رسید، و اونها فقط میتوانن این حکومت رو تقویت نکنن. ببینید، موقعی که الان دارن مذاکره میکنن یعنی تقویت حکومت، یعنی موقعی که فرض کنید اجازه میدن چین وارد بشه و این حکومتی که به لحاظ مالی و اقتصادی ورشکسته است و حقوق کارمندش رو نمیتونه بده، الان این رو میان باش مذاکره میکنن یا پول میذارن تو هواپیما میبرن بهش میدن، این یعنی تضعیف مبارزات ملت ایران. ما نمیخوام کمک کنن، ولی حداقل چوب لا چرخ نذارن. من نامه به آقای بایدن نوشتم، گفتم آقا این رژیم یک جسد متحرک است، آقا این چه کاری شما دارید حالا عجله میکنید برای مذاکره؟ به میزانی که مذاکره کنید و این دولت غارتگر رو تقویت کنید، به هم نسبت به جنبش و اعتراضات ملت ما دارید لطمه میزنید. همین حرف رو من به رئیس جمهور چین نامه نوشتم،
گفتم آقا اشتباهی رو که هواکوفنگ مرتکب شد چند روز قبل از سقوط رژیم سابق اومد از تهران بازدید رسمی کرد، دیگه شما با این قرارداد تکرار نکنید. لذا ما هیچ توقعی از خارجی ها نداریم، حتی رسانه هاشون رو در اختیار ما نمیذارن. ببینید رسانه هایی که مال امریکا و فلان اینا هست در اختیار اصلاح طلبای حکومتیه، در اختیار مستقل که قرار ندادن که، لذا ما هیچ توقعی نداریم از اونا. چرا توقع داریم ولی خب برآورده نمیشه. من خیلی سپاسگزارم از شما عزیزان که واقعا متشکرم. به هر حال بحث چالشی بود، به بزرگی خودتون ببخشید. و از همچنین مخاطبین عزیز، بینندگان عزیز، هموطنان شریفم هم در ایران بسیار بسیار تشکر میکنم. حتما برنامه رو شیر بکنید. تا برنامه دیگر شما رو به خدا میسپارم.